مصطفی 10 روز می شود که در بستر بیماری است. از شدت درد در خود می پیچد. او 12 سال سن دارد. 10 روز پیش همراه با برادر بزرگسالش در منطقه پل مالان ولسوالی انجیل هدف حملات هوایی قرار گرفت و 2 پای خود را از دست داد. هر 2 تا پایم تا درد میکنه. گچی به گزور درد میکنه. گچو بسته به دعا کردم. دکتر رو مرده دادم دستم درد میکنه. همه که تیاره میزنه اینور. همه پرزا و چکا همون راکت حساب کنیم. میخوره به جون از این تفلک. ایرم میزنه. او برار دگه ایرم میزنه. تقریبا او برار 15 ساله هم 12 ساله. هنه این کار میتو میزنه دگه از اون زندگی اینا رو امید کرده. اینا که زنده باشم از اینا چی اینا زندگی از اینا چی؟ همانند مصطفی ده‌ها کودک و نوجوان دیگر نیز در بخش‌های مختلف این بیمارستان زیر درمان هستند. هر کدامشان یا عضو از بدن خود را از دست دادن و یا هم زخم عمیق برداشتند. عبدالظاهر از نیروهای جبهه مقاومت مردمی است. او 6 روز پیش در درگیری با طالبان مسلح در غرب هرات زخمی شده است. اما در انتظار این است تا دوباره به خط اول جنگ برود. تا زمانی که زنده باشند درباره از این طالبا بجنگ. وقتی نه گروه خوب نیست. پاکستانی هنده. یا سپاه ایران هم، یا آدم های نشوی هم، یا آدم های فریب خورده هم. در 2 هفته گذشته 41 تن در رویدادهای هرات جان باختند که 23 تن آنها نظامیان و نیروهای مردمی هستند و 384 تن هم زخمی شدند که 127 تن آنها نظامیان هستند. 15% واقعیت مبخیم بوده، 20% با اتمامات لازم و پانسمان سطحی بودن رخصت شدن، متبقی هم در بخشا بستر شدن و تحت تداوی قرار گرفتن. یک تعداد نو تقریبا 60% نو و ممکن 70% نو پس شفایاب شدن. از جنگ و از این کارا خسته شدیم. همین فیلن همین ولاد آلمان نمیفهم که کجا بریم. 2 هفته می شود که مردم در غرب و جنوب هرات وضعیت خوب ندارند. گلوله باری های طالبان و نیروهای امنیتی همه را آواره ساخته و خسارات زیاد به خانه هایشان وارد شده است.